بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، شاگردان خوب، اطفال نازنین و دوست داشتنی، به درس امروزی ما خوش آمدین، صفا آوردین. امیدوار هستم که همیش خوشحال و سر حال بوده باشین، دور از امراض و از همه آفتهای دنیوی، در حفظ و در امان الله متعال بوده باشین. شاگردان عزیز، درس امروز ما و شما چی است؟ شد است. این آموزش قرآن کریم مضمون ماست. ما باید مثلا بفهمیم که شد چی را میگه، بشناسیم شده و ای علامتش چی قسم است. دی درس ما و شما چی میشیم شاگردان عزیز؟ معرفی میشیم. اما پیش از اینکه ای درس ری جدید شروع بکنیم، لازم هست که یک مرتبه درس قبلی ما درباره چی بود؟ تنوین بود. تنوین خواه کی میگه؟ تنوین چند قسم بود؟ درس قبلی را یک ارزیابی میکنیم. خیلی خوب، خالد میگه تنوینه؟ آفرین، تنوین بر سه قسم. تنوین سه قسم است. تنوین چی را میگه؟ دو زبر، دو زیر و دو پیش ایرا تنوین میگفت. ماشاءالله، خیلی عالی. خب حالا میایم شاگردای عزیز روی شد میایم که یعنی شد چرا میگه و علامتش چگونه هست. علامت شد امی است که علامت شد یعنی علامت شد چنین است. علامت شد چنین است. کدام است؟ مثلا این یک علامه شد است. این علامه شد است. هرگاه روی یک حرف شد قرار بگیرد، هرگاه مثلا میگیم هرگاه روی یک حرف شد قرار گیرد، هرگاه روی یک حرف شد قرار گیرد، معنای آن این است که آن حرف تکرار شده است. معنای آن این است که آن حرف تکرار شده است. معنای آن این است که آن حرف تکرار شده است. حرف اول ساکن و حرف دوم حرف اول. حرف اول ساکن و حرف دوم متحرک. حرف اول ساکن و حرف دوم متحرک، یعنی به معنا حرکت داره. مثلا در مثال هایش میاییم، خوب است که امراض با یک قلم سرخ بگیریم و این قلم ما اونقدر درست کار نداد، بیا با یک قلم سرخ خیر است استفاده میکنیم. مثالش مثلا این است. مثال اینجا است. این علامه شد است. میم دال، بالای دال چی است؟ شد. این علامه شد است. ما در تعریف گفتیم که هرگاه روی یک حرف شد قرار گیرد، معنای آن این است که آن حرف تکرار شده، این دال تکرار شده. حرف اول ساکن و حرف دوم متحرک. یعنی در اینجا مثلا گویا که دو دال بوده، این دال اول ساکن بوده، دال دوم متحرک. متحرک چه معنا؟ این حرکت داشته، زبر داشته بوده. شما در درس اول، درس دوم کتاب حرکات سیگانه را خواندین، این حرکت داشته، این مد زبر داشته بوده. پس به این اساس چی میگن؟
این را میگن که حرف اول ساکن و دوم متحرک باز اول با ساکن شده است ادغام شده. مثلا چی بوده؟ در اصلش این ماده چی بوده؟ در اصلش مدده بوده، مدده بوده که بود او ساکن بوده و اول ساکن بوده و دومش متحرک، بازی اول با ساکن ادغام شده که مدده شده است مدده. یا مثلا میگی این نه، این نه، این نه هم به همین شکل که این نه سعی کنین ای در روی نون شد قرار گرفت و ای حرکت داره، نون یعنی زبر داره، پس ای چی بوده؟ این نبوده، این رقم نوشتم اصلا بوده که نون ای یک نون دیگه هم بوده، این نون چون ساکن بوده باز در این نون ادغام شده که این نشده گیسته. فهمیدن شاگردان عزیز؟ میم مثلا سری مثال سومش ربو، مثال سوم مثلا چی است؟ ربو اینال ای پی زمه داره، یعنی پیش داره. در این مثال اول فتحه زبر داره، در این مثال دوم کسره یعنی زیر داره و در این جمع ربو چی است؟ پیش داره. آلت میاییم بسرزه که ربو گفتیم که ای اصلا در اصل چی بوده؟ در اصلش ربو به این شکل یعنی یک بای ساکن در اینجا بوده که به این شکل است رب، به این شکل یک چی داره که باز اینجا پیش داره، باز به این شکل است بازی که ای با باز به ای با ای دوم چی میشه؟ ادغام میشه، چون ای با متحرک است ای ساکن. ما در اول گفتیم که حرف اول ساکن و حرف دوم متحرک، اینجا این حرف ساکن است و این حرف دوم چی است؟ متحرک. متحرک بچا چرا میگفت؟ آفرین، حرفی که حرکت داشته باشد. اینجا این بچه چی داره؟ حرکت داره، حرکتش چی است؟ پیش است، ماشاءالله حرکتش پیش است. پس چه شدی؟ ربو شد. اینا بای اول که ساکنه در بای دوم چی شدگیش شده؟ ای ادغام شده. یا مثلا سلی، مثال دیگه چی است؟ سلی است. در اینجا هم به همین شکل شاگرد از یمی است که اینه لام اول در اول ساکن بوده، لام اول در لام دوم چی شده است؟ ادغام شده. پس ای در اصل ای سلی چی قسم نوشته بوده؟ در اصل ای تو بوده که به این شکل بوده. پس ای لام ساکن و این متحرک، لام اول در لام دوم ادغام شده، پس ای به این شکل ای را چه میگن؟ شد میگن. ما در طرف شد فهم بدیم که علامت شد که ارگاه روی یک حرف شد قرار گیرد معنای آن این است که آن حرف تکرار شده است. اینه ایجا مثلا سعی کنین که در این مثال های گفتیم مثال میم سری سل، اینه ای لام تکرار شده، ای لام در اصلش به اینی شکل بوده، این لام ساکن و این متحرک، پس این لام اول در لام دوم ادغام شده است. میاییم سر مثال دیگهش ثم، فهمیدین انشاءالله شاگرد عزیز؟ ثم مثلا در حرف دیگه چی است؟ ثم است، ثم. اینجا سعی کنین بالای چی شد قرار گرفت؟ شد، آفرین خالد، بالای میم شد قرار گرفت. اینال در اینجا میم چه داره؟ حرکت داره، پس ای در اصل چی بوده؟ در اصلش کی است؟ ای در اصلش ثم، در اصلش این میم ساکن و اینی میم دیگه بوده که زبر داشته و میم اول ساکن است، میم دوم متحرک، یعنی حرکت داره. پس میمی اول در میمی دوم چی شده گیست؟ ادغام شده. به همین شکل میمی شاگرد عزیز سری مثال دیگهش مثلا
انشالله همین مثال کافی است شاگرد های عزیز. خب عالم این سرزه که همه درس کی یک میخوانه؟ اقبال میخوانه. ماشاءالله اقبال بخوانین اقبال. خیلی خوب. هرگاه حرف تکرار شده است که حرف اول ساکن و حرف دوم متحرک، یعنی حرکت داره. حرف دوم حرکت داره که آفرین. در این مثال ها مده، اصل مده چی بوده؟ مده مده بوده، مده. پس این ای ساکن دال اول ساکن است، پس در دال دوم چی دگیست؟ ادغام شده که مده شده گیست. یا مثلا این نه در اصل این نبوده، این نه، این نبوده. ادال ای نون اول چون تکرار شده، نون اول ساکنه، نون دوم متحرک است، پس نون اول در نون دوم چی شده گیست؟ ادغام شده گیسته. ماشاءالله. که میخوانه باز دیگه بچه ها؟ خیلی خوب. جواد میخوانن. جواد بگو این شباز. درست است؟ خیلی خوب، خیلی عالی است. خب بسیار عالی. خیلی خوب. در اینجا گفتیم که مثالاش اینجا ما خواندیم که هرگاه روی یک حرف علامتش این شد معرفی کرد، فهمیدی؟ هرگاه روی یک حرف شد قرار گیرد، معنای آن این است که آن حرف تکرار شده، حرف اول ساکن، حرف دوم متحرک بوده. پس در مثالاش میبینیم که روی دال شد قرار گرفت. اینالی وقتی که روی دال شد قرار گرفت، دال چی است؟ متحرک است. پس معنای یعنی ای است که ای تکرار شده، یعنی در اصلش به این شکل بوده. وقتی که به این شکل بوده، پس ای را چی کردن؟ ای ساکن بوده، دال اول در دال دوم ادغام کردن که مده شدن. به همین شکل این نام در اصلش این نبوده، پس نون اول ساکن و دوم متحرک، اول در ثانی ادغام کردن. خیلی عالی. علی انشالله کلیتون یاد گرفتین، یعنی کسی نیست که یاد نگرفته باشد. مثالاش کلش به همین شکل است و انشالله کدام مشکل نیست و این درس شما بخوانین و در کتابچه هایتان هم نوشته بکنین، این مثال ها را زیاد تکرار میکنین تا اینکه به خاطر از اینکه این را شما درست چه بکنین وارد زبان شما شوه و ایره درست یاد بگیرین. این بود شاگرد های عزیز. انشاءالله چی نیست مشکلی، فقط شناختی شد است که شد شما در این شناختین و این شد شما علامش هم فهمیدین و به خاطر چی بوده و ایره هم فهمیدین مثال این مثالاش کار شد. این بود درس امروز شما. تا درس آینده الله حافظ و نگهدار شما.